تو این ویدیو میخوایم سفر جذاب و پر از رمز و راز به دل تاریخ علمی جهان داشته باشیم. قراره به بررسی رازهای عمیقی بپردازیم که دانشمندان رو سالها درگیر خودش کرده و تغییرات غیر قابل پیشبینی که باعث شکلگیری انسان مدرن شده رو با هم کشف میکنیم. این داستان ترکیبی از دانش، شگفتی و شاید کمی ترس باشه، چرا که ممکنه هرچی بیشتر درباره تکامل خودمون بدونیم بیشتر از واقعیت‌های تاریک و عجیب گذشتمون شوکه بشیم. من رامتین هستم و اینجا کانال داستان‌های جهانه، جایی که از رازهای جهان از باستان تا الان رو میشنوید. قبلا در کانال داستان‌های جهان به انسان ابزارساز و گونه هوموهابیلیس با خدمتی بین 1.6 تا 2.5 میلیون سال پیش پرداختیم، یعنی دقیقاً زمانی که اولین نشانه‌های واقعی از انسان‌ها به وجود اومد. اگرچه هوموهابیلیس هنوز شباهت زیادی به میمون‌ها و گونه لوسی از جنس آسترالوپیتکوس داشت، اما یه تفاوت اساسی وجود داشت. مغز این گونه حدود 2 برابر بزرگتر از اجداد قبلی خودش بود. حالا سوال اینجاست که چرا بعد میلیون‌ها سال این افزایش حجم به شکل ناگهانی و در حدود 2 میلیون سال قبل اتفاق افتاد؟ همین سوال ذهن دانشمندان رو سالها به خودش مشغول کرده بود. پس اونا به جستجو توی سراسر آفریقا پرداختن تا شاید بتونن جوابی برای این سوال پیدا کنن. سرانجام اونا در انتهای جنوبی دره گریت ریفت در کنیا به یه چیزایی رسیدن که تونست جواب خیلی از سوالاتشون رو بده. این منطقه پر از لایه‌های سنگی بود که حکایت از فعالیت‌های تکنولوژیکی شدیدی داشت. اما نکته جالب‌تر اینه که این فعالیت‌ها باعث تغییرات شدید و سریع آب و هوایی شده بود. گاهی این منطقه سبز و پر از آب می‌شد و گاهی کاملاً خشک و بی آب و علف. همونطور که می‌بینید این نوسانات آب و هوایی به صورت یک کاتالیزور عمل کردن و به نوعی تکامل انسان رو تسریع کردن. دره گریت ریفت چندین بار به یک دریاچه بزرگ و پر از آب تبدیل شده و بعد دوباره خشک شده. این تغییرات محیطی از یک طرف شرایط بقای گونه‌های مختلف رو سخت‌تر می‌کرد و از طرف دیگه به اونایی که می‌تونستند با شرایط جدید سازگار بشن یه فرصت ویژه می‌داد. گونه‌هایی که نتونستند با این شرایط کنار بیان از بین رفتن، ولی اونایی که تونستن از مغز بزرگتری برای حل مشکلات استفاده کنن مثل هوموهابیلیس به مسیر تکامل خودشون ادامه دادن. اما شاید یکی از عجیبترین کشفیات دانشمندان اینه که تغییرات شدید آب و هوایی نه تنها روی تکامل مغز انسانها تأثیر گذاشته، بلکه ممکنه باعث شده باشه که گونه هایی با مغز بزرگتر و قابلیت های بیشتر بتونن از این آزمون‌های سخت طبیعت سربلند بیرون بیان. یه نظریه جالب اینه که آب و هوای ناپایدار آفریقا به نوعی مثل یک آزمون بقا عمل کرده و فقط اونایی که میتونستن خودشونو با شرایط جدید سازگار کنن تونستن زنده بمونن. برای اینکه این فرضیه ها رو تایید کنن، دانشمندان به بررسی لایه‌های رسوبی کف اقیانوس‌ها پرداختند. این لایه‌ها اطلاعات جالبی رو درباره تغییرات آب و هوایی شرق آفریقا در اختیارشون گذاشت. برای مثال، تو دوره‌های مرطوب غبار کمتری بلند می‌شده و لایه‌های رسوبی نازک‌تر بودن. ولی تو زمان‌های خشکسالی این لایه‌ها ضخیم‌تر می‌شدن. با تعیین سن این لایه‌ها، دانشمندان تونستن یه ارتباط مستقیم بین تغییرات آب و هوایی و رشد ناگهانی مغز انسان پیدا کنن.
3 میلیون سال پیش آب و هوای آفریقا پایدار و نسبتاً خشک بود، اما بعدش به مدت 200,000 سال آب و هوا پرنوسان شد، به طوری که گاهی به صورت غیر قابل پیشبینی مرطوب و گاهی خشک می شد. تو همین زمان بود که ابزارهای سنگی پیدا شدن و به نوعی انسان ابزارساز با مغز بزرگش پا به عرصه وجود گذاشت. نتیجه گیری منطقی از این تحقیقات اینه که آفریقا به نوعی گهواره‌ای برای گونه‌های مختلف انسان نما بوده، ولی آب و هوای ناپایدار مثل یک آزمون سخت بقای اونا رو به چالش کشیده. همونطور که می‌بینید این فیلترهای محیطی به قدری سخت و پیچیده بودن که فقط گونه‌های مثل هوموهابیلیس که از مغز بزرگتری برای حل مشکلات برخوردار بودن تونستن زنده بمونن و تکامل پیدا کنن. اما شاید یکی از عجیبترین نکات این باشه که پیدایش مغز بزرگ و گونه انسان به نوعی مدیون همین آب و هوای وحشی آفریقاست. تغییر و سازگاری با این تغییرات تکامل آدمی رو رقم زده. این تغییرات آب و هوایی توی این 2 میلیون سال ادامه پیدا کردن و اجداد ما با موفقیت از این شرایط سخت عبور کردن. شاید جالب باشه بدونید که انسان امروزی به عنوان باهوشترین موجود شناخته شده در واقع محصول سخت آزمون‌های طبیعت در راستای تطبیق پذیریه. دو میلیون سال قبل دره گریت ریفت شاهد پیدایش نخستین اجدادی بود که میشه اونا رو واقعا انسان نامید. تو ادامه گونه‌ای به وجود اومد که به طرز شگفت انگیزی شبیه ماست. یه مهاجر جهانی، ابزارساز، شکارچی و از همه مهمتر رام کننده آتش و برپا کننده نخستین جوامع انسانی. چیزی که بیشتر از همه عجیبه اینه که این گونه تمام عیار انسانی از شاخه خود ما یعنی هوموساپینس جدا بودن. گونه هومو ارکتوس به عنوان اصلی ترین اجداد ما حدود 1.5 میلیون سال قبل تو همون دره گریت ریفت پا به عرصه وجود گذاشت. اسکلت کامل یک هومو ارکتوس تو شمال کنیا و نزدیک دریاچه تورکانا توسط ریچارد لیکی و تیمش کشف شد. قدیمی ترین اسکلت یک گونه کاملا انسانی که به اسم تورکانا بوی شناخته میشه همونجا پیدا شد. با پیدایش گونه هومو بازوها نسبت به میمونها باریکتر، پاها بلندتر و مغزها بزرگتر شدند. هرچی مغز بزرگتر شد هوش، خلاقیت و مراقبت از یکدیگر بیشتر شد و به نوعی این ویژگی ها به گونه هومو گره خورد. این روند باعث شد که دوران کودکی و زمان رسیدن به بلوغ طولانی تر بشه. شامپانزه ها حدود 7 سالگی بالغ میشن، در حالی که این عدد برای انسان ها به بیش از 12 سال میرسه. حالا سوال اینه چرا فرگشت دوره ناتوانی و آسیب پذیری آدمی رو تا رسیدن به بلوغ افزایش داد؟ پاسخ اینه که برای داشتن مغز بزرگتر. همونطور که میبینید هوش تمام نقص‌ها رو جبران میکنه و فرگشت هم این موضوع رو به خوبی درک کرده. اما مغز بزرگ هزینه‌های پنهانی خاص خودش رو هم داره و یکی از دردسرهای اون مصرف بیشتر انرژیه. امروز مغز ما 25% انرژی بدن رو به خودش اختصاص میده. بنابراین هومو ارکتوس ها باید با مصرف کالری بیشتر این هزینه رو هم جبران میکردن. طبعاً گیاهان به تنهایی از عهده تأمین این کالری بر نمی اومدن و در نتیجه گونه انسان به سمت منابع گوشتی کشیده شد. کالری گیاهی رو باید پیدا میکردن و میخوردن، اما منابع گوشتی رو باید شکار میکردن. شکار یک حیوان نیازمند قدرت و سرعت زیاده، اما نیاکان ما هیچ کدوم از این ویژگی ها رو نداشتن. انسان های اولیه جانداران کند بدون چنگال و دندان قوی بودن
که به نظر می رسید بیشتر شکار می شدن تا شکارچی. پس با این تفاسیر هومو ارکتوس ها چطور می تونستن گوشت خودشون رو به دست بیارن؟ پاسخ به طرز شگفت‌انگیزی توی توانایی خاص اونها برای دوی استقامت نهفته است. بله، درست شنیدید. همونطور که انسان‌های امروزی میتونن طولانی و بی‌وقفه بدوند، گونه هومو ارکتوس هم به دلیل ساختار بدنی خاصش، مخصوصاً نسبت به اجدادش، راحت‌تر و طولانی‌تر می‌دوید. این گونه انسان‌ها بیشتر موهای خودشون رو از دست داده بودن و به لطف تاریخ میتونستن بدن خودشون رو حین دویدن خنک کنن. این توانایی به هومو ارکتوس ها یک مزیت خاص داد. اونا میتونستن توی وسط روز که حیوانات دیگه از گرمای شدید فراری بودن، حیوانات رو تعقیب و در نهایت اونا رو شکار کنن. اما این توانایی دویدن فقط برای شکار نبود، بلکه یک نشونه از تکامل بدن انسان برای بقای طولانی مدت در شرایط سخت بود. غدد عرق بدن که به خنک شدن کمک می‌کردند و ساختار بدنی که برای دویدن طولانی بهینه شده بود، همه و همه نشون دهنده یک تکامل هوشمندانه بودش که به انسان‌ها اجازه می‌داد توی شرایط سخت و تغییرات سریع محیطی زنده بمونند. همونطور که میبینید این نوع تکامل نشون میده که هر ویژگی ظاهری و فیزیکی توی بدن ما دلیل خاص خودش رو داره. حالا شاید از خودتون بپرسید چرا انسان‌ها بیشتر موهای بدنشون رو از دست دادن؟ ولی این اتفاق یکی از کلیدهای بقای انسان توی اون دوران بوده. حالا که به اینجا رسیدیم اجازه بدید یه موضوع جالب دیگه رو هم بررسی کنیم. اینجا جاییه که باید به تاریخچه علم و فرگشت بیشتر توجه کنیم. همونطور که گفتم گونه هومو ارکتوس بیشتر موهای خودشون رو از دست داده بودن. ولی سوالی که پیش میاد اینه که دانشمندان چطور به این نتیجه رسیدن؟ برای فهمیدن این موضوع باید به شگفتی‌های علمی که باعث کشف این حقایق شده نگاهی بندازیم. دانشمندان از طریق بررسی دی ان ای و مقایسه اون با گونه های نزدیک به انسان مثل شامپانزه ها تونستن زمان تقریبی از دست رفتن موهای بدن انسان ها رو تعیین کنن. همین بررسی ها نشون داد که انسان ها وقتی موهای بدنشون رو از دست دادن که محیط زندگیشون به شدت گرم و خشک شد. این تغییرات باعث شد که تاریخ به بهترین روش برای خنک کردن بدن تبدیل بشه و در نتیجه موهای بدن به تدریج از بین رفتن. اما همینجا یه نظریه جالب دیگه هم وجود داره که میگه از دست رفتن موهای بدن نه تنها به خنک شدن بدن کمک کرده، بلکه باعث شده که انسان‌ها بتونن لباس بپوشن. بله، این موضوع میتونه که از دلایل اصلی باشه که چرا انسان‌ها شروع به استفاده از پوست حیوانات برای پوشش بدن خودشون کردن. این تغییرات شاید ساده به نظر بیاد، ولی در واقع تحولی بزرگ توی مسیر تکامل انسان بود. خب، برگردیم به داستان هومو ارکتوس. اونا نه تنها شکارچی‌های ماهری بودن، بلکه اولین انسان‌هایی بودن که از آتش استفاده کردند. آتش برای هومو ارکتوس یک ابزار حیاتی بود. این ابزار نه تنها برای پخت و پز غذا استفاده می شد، بلکه برای گرم شدن در شبهای سرد، دفاع در برابر حیوانات وحشی و حتی برقراری ارتباط و اجتماعهای انسانی هم استفاده می شد. استفاده از آتش یکی از نقاط عطف مهم توی تاریخ علمی جهانه، چون بدون آتش تمدن‌های اولیه هرگز به وجود نمی‌اومدن. یه نکته عجیب دیگه در مورد هومو ارکتوس اینه که بعضی از محققان معتقدن که اونا به نوعی تکنولوژی اولیه دست پیدا کرده بودن. ابزارهای سنگی که اونا می‌ساختن به قدری پیشرفته بودن که میشه اونا رو از اولین نمونه‌های تکنولوژی بشری در نظر گرفت.
این ابزارها به هومو ارکتوس اجازه میداد تا غذای بیشتری جمع آوری کنه و همین موضوع باعث رشد و توسعه جوامع انسانی اولیه شد. این روند ادامه داشت تا اینکه انسان‌های مدرن یعنی هومو ساپینس به وجود اومدن. این انسان‌ها نه تنها از نظر فیزیکی شبیه به ما بودن، بلکه از نظر هوشی و توانایی‌های ذهنی هم به ما نزدیک‌تر بودن. اما سوال اینجاست که آیا مغز بزرگتر همیشه به معنای هوش بیشتره؟ برخی دانشمندان معتقدند که مغز بزرگتر لزوماً به معنای هوش بیشتر نیست، بلکه مهمتر از اون نحوه استفاده از مغزه. تکامل انسان یک مسیر پیچیده و پر از چالش بوده که در طی میلیون‌ها سال تحت تأثیر عوامل مختلفی مثل تغییرات آب و هوایی، انتخاب طبیعی و نیاز به بقا شکل گرفته. همونطور که تو این ویدیو دیدید، مغز بزرگتر، ابزارسازی، شکار و استفاده از آتش همگی نقش‌های کلیدی توی تکامل انسان ایفا کردن. اما چیزی که شاید از همه مهمتر باشه اینه که این داستان هنوز تموم نشده. تکامل انسان همچنان ادامه داره و هر روز ممکنه چیزهای جدیدی درباره گذشتمون کشف کنیم.